مکاشفه 14. آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144,000 هزار نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. از آسمان صدایی شنیدم که مانند صدای آبشار و قرش شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی بود که چنگ های خود را می نواختند. آنها در برابر تخت و در حضور 4 حیوان و پیران سرودی تازه می سراییدند. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد مگر آن 144,000 نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. اینان مردمانی هستند که خود را با زنان نیالودند و از روابط زناشویی امتناع کردند و هر جا که بره می رود به دنبال او می روند. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نفس و بی عیب هستند. آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می رسانید. او با صدایی بلند فریاد می زد: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید پرستش نمایید. آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. فرشته سوم آمد و با صدای بلندی فریاد زد: گفت هر آن کس که حیوان وحشی و پیکره او را پرستش نماید و نشانه او را بر پیشانی یا دست خود بگیرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی که رقیق نگشته در جام خشم او ریخته می شود. آنها در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره در شعله های آتش و گوگرد عذاب خواهند دید. آتشی که آنها را عذاب می دهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش می کنند و یا نشان او را در دریافت می دارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب. بردباری مقدسین که فرمانهای خدا را حفظ می کنند و به عیسی وفادار هستند، به این حقیقت بستگی دارد.